تست شماره 236. بچه وارد مقاطع مخروطی میشیم. در مقاطع مخروطی شما سه تا عنوان رو باید بلد بشید. برش، دوران، یه قسمت، دایره و نکاتش، بیزی و نکاتش. خب ما از دایره شروع میکنیم. گفته دایره از دو نقطه 2 0 منهای 2 0 گذشته و بر خط ایگرگ مساوی 1 مماس است. شاین دایره کدام است؟ ما سعی میکنیم برای اینکه مطلب بهتر یاد گرفته بشه توی مقاطع مخروطی یه تصویر یک شکلی داشته باشیم. نگاه کنید. بچه‌ها من یه دایره کشیدم. از دو نقطه متقارن 2 0 منهای 2 0 داره میگذره. این دو تا نقطه. و بر خط ایگرگ مساوی 1 مماس. یعنی برای این خط چیه؟ مماس. اولین نکته که متوجه میشم اگر دایره از دو نقطه متقارن بگذره بچه‌ها، مرکز دایره میفته روی این محور، یعنی محور ایگرگ ها. شما فکر کنید این نقطه مرکز دایره، ما اسمش رو بذاریم او، مرکز دایره. خب بچه او مختصات داره دیگه، یه دونه آلفا داره یه دونه بتا. ما تو هر تست نکات دایره برای شما دوره میکنیم. خب شعاع دایره رو میخواد، از اینجا تا اینجا میشه شعاع دایره، از اینجا تا اینجا هم شعاع دایره، از اینجا تا اینجا هم میشه شعاع دایره. پس میتونم بگم آقا این فاصله یعنی فاصله او آپریم مساوی فاصله او آ و مساوی فاصله او اچ. اسم اینم گذاشتم اچ. خب مختصاتش هم میشه 0 و 1 دیگه، مشخصه اینجا 1 روی محورم هست، اینم 0 مساوی او اچ و همه اینا میشه شعاع دایره. شعاع دایره رو با آر کوچیک یا آر بزرگ نشون میدی. اوکی خیلی خوب بچه، فاصله این دوتا نقطه فقط وقتی میخوام اینو به دست بیارم چون روی محور ایگرگ ها میفته، آلفاشو میتونم بذارم بچه چقدر؟ 0. فاصله این دو نقطه چه میشه؟ میشه رادیکال. اینم که مساوی رادیکال، فرقی نداره، حالا دو تاشو حساب میکنم بچه. اینجا میشه 0 منهای 2، 0 منهای منهای 2 میشه به علاوه 2 به توان 2. اینجا میشه بی منهای 0، بتای منهای 0 به توان 2، حالا فرقی نداره. اگر بخوام اینو حساب کنیم، اینجا هم میشه 0 منهای 2، میشه 0 منهای 2 به توان 2. اینجا هم میشه بی منهای یا بتای منهای 0 به توان 2. خب جواب یکی خواهد شد. و با او اچ حساب کنیم، این دو تا نقطه رو اگر بخوام حساب کنم میشه تغییرات ایکسشون، اینجا 0 اینجا هم 0، پس کلا 0 به توان 2. تغییرات ایگرگشون، بتا اینجا منهای 1 به توان 2. خب اگه اینا رو مساوی هم بذاریم یه حساب کتاب ساده است، اینجا میشه 2 2 به توان 2 میشه 4 به علاوه بتا 2. اینم که همینه، اینم که میشه خب اینجا هم که میشه صفر. اینم میتونم با این ساده کنم و به قدر مطلق بتای منهای 1 برسیم. خب بچه اگه اینا رو ما به توان 2 برسونم، اینجا میشه اتحاد اول، میشه اولی به توان 2، دو برابر اولی در دومی، دومی به توان 2 و اینجا هم میشه 4 به علاوه بتا به توان 2. خب بچه ما اینا ادامه بدیم، این بتا 2 و این بتا 2 ساده میشه، اینو میبرم میبرم منهای 2 بتا مساوی میشه 4 منهای 1 میشه 3. پس بچه بتای من میشه منهای 3 دوم. خب ما دنبال این بودیم و در آوردیم منهای 3 دوم اومد، یعنی تو منفیه، مشخص هم بودش. حالا من وقتی بتا رو در آوردم مختصات اینو دارم، خیلی راحت میتونم از این فرمول، یا از این فرمول شعاعو به دست بیارم. خب بچه ما از کدوم فرمول راحت تر باشه؟ فرقی هم نداره دیگه. مثلا اگه این تو بذاریم، بیایم به جا بتا بذاریم، چه بچه منهای 3 دوم. پس مساوی میشه با قدر مطلق منهای 3 دوم منهای 1. خب این میشه منهای 2 دوم، میشه منهای 5 دوم و خروجی به من 5 دوم یا 2 نیم میده. حالا چه تو این چه تو این چه تو این یکی هستش. بله سوال قشنگی بود. چند تا نکته داشت. نکته اول، این دو نقطه‌ای که به شما داده بود متقارن بود. وقتی متقارن باشه میفته روی محور ایگرگ ها. نکته دوم، یه ذره لطفاً شکل رو واضح‌تر بگیرید. مرسی. نکته دوم، وقتی برای یه خطی داره مماس میشه، این محل برخط چون یه نقطه میشه که یه مختصاتی به من میده و در نهایت به دست آوردن فاصله دو تا نقطه از هم دیگه و شعاع. سوال شماره 237 میگه شعاع دایره که از سه نقطه به مختصات 0 و 0 منهای 2 و 4 و 2 و 1 بگذرد کدام است؟ خب
بچه وقتی 3 تا نقطه رو به شما دادن، فرمول گسترده معادله دایره رو می‌نویسی، داخلش قرار میدی، A و B و C رو در میاری و با استفاده از فرمول شعاع رو به دست میاری. نگاه کنید. یادآوری کنیم. معادله گسترده دایره چی بود بچه‌ها؟ X2 به علاوه Y2 ضریب های 1 به علاوه AX به علاوه BY به علاوه C مساوی 0. این 3 تا خیلی مهمه. خب ما اگر بخوایم از این معادله گسترده مرکز دایره رو به دست بیاریم یا او رو به دست بیاریم، میتونیم این فرمول بریم منهای آ دوم منهای بی دوم. بچه داریم درس رو یادآوری میکنیم، یا بیایم مشتق نسبت به x بگیریم مساوی 0 یا مشتق نسبت به y بگیریم مساوی 0. اگر بخوایم شعای دایره رو به دست بیاریم، r مساوی میشه با 1/2 رادیکال A2 به علاوه B2 منهای 4. این دو تا فرمول خیلی اهمیت دارن تو انگامی که معادله گسترده باشه. من معادله گسترده رو نوشتم، 3 تا نقطه دارم. نقطه اول حالا اسمشو بذاریم A به مختصات 0 و 0، نقطه بعدی B به مختصات منهای 2 و 4 و C نقطه آخرمون. خب به خاطر اینکه با این C هم قاطی نشه اینو بذاریم A'، B' و C'، مختصات 2 و 1. خب بچه اگه من 0 رو توی این تابه قرار بدم، به جای ایکسش بذارم 0 و به جای ایگرگش هم بذارم 0 0 0 0 0، فقط سی مساوی 0 میشه. سی عدد سی ما اینجا مساوی 0 میشه. یعنی آقا من همین الان میتونم بگم این سی وجود خارجی نداره. بعدی منهای 2 رو بندازم به جای ایکسش، میشه منهای 2 به توان 2 مثبت 4 و به جای ایگرگش بندازم 4 4 به توان 2 مثبت 16، به جای ایکسش منهای 2 میشه منهای 2 و به جای ایگرگش 4 میشه به علاوه 4 بی مساوی 0. خب بچه ها اینجا میشه 20. اگرم همه رو تقسیم بر 2 کنیم و ببریم یک طرف، اگر تقسیم بر 2 کنیم اینا رو، این میشه 10، اینجا میشه منهای آ و اینجا میشه به علاوه 2 بی، پس میشه منهای آ به علاوه 2 بی مساوی منفی 10. پس نها کنیم عدد گذاری کردیم، ساده سازی کردیم، به 2 زدیم 10، اینجا منهای آ 2 بی برشتم بردم اون بر. 10 نهایت عدد بعدی رو قرار میدیم. بچه به جای ایکسش بعد بذاریم 2 میشه 2 به توان 2 میشه 4، ایگرگ 2 1 به علاوه آ ایکس یعنی 2 آ به علاوه ب ایگرگ یعنی ب مساوی 0. خب اینجا هم 4 1 میشه 5، پس بچه ها دعای به علاوه بی شما هم میره اونور میشه منفی 5. خب دو معادله دو مجموع چیکار کنیم راحت تر حل بشه؟ اگه ضرب در دو کنم، اینجا میشه منهای دعا و اینجا هم میشه 4 بی، اینجا هم میشه منهای 20. خب اگه این اتفاق بیفته، این الان با این بچه ساده میشه، این با این میشه 5 بی. این اگه اینجا ساده نمی کردیم بهتر بود دیگه. اینجا میشه 5b و اینجا هم میشه منهای 25، پس b شما در میاد منهای 5. بچه اینجا b شما هم در اومد منهای 5. خب اگر b شما بشه منهای 5 بعد بندازید داخل این. خب بچه دعای شما اینجا هم منهای 5 مساوی منهای 5 میره اون و دعای شما میشه 0، پس آی شما هم میشه 0. پس بچه اینجا آیه ما هم میشه چقدر؟ 0. خب بریم تو این فرمول، میشه 1/2 رادیکال آ به توان 2 یعنی 0 به علاوه بی به توان 2 یعنی 25 منهای 4 سی که اون هم میشه 0، پس میشه رادیکال 25/2 یا 5/2. خب 5/2 هم میشه چقدر؟ 2/2. این هم یه تیپ تست در مورد دایره که با استفاده از فرمول معادله گسترده و نکاتش میتونیم به راحتی حلش کنیم. ممکنه این تیپ تست به صورت مستقیم بیاد یا ممکنه این قضیه قسمتی از یک سوال باشه که ما در جلوتر باهاش برخورد میکنیم. بریم سوال بعد. سوال 238 میگه دایره از دو نقطه 0 و 1 3 و 0 گذشته و معادله یک قطران به صورت x منهای y مساوی 2 است، شعاع این دایره چقدر است؟ خب بچه نگاه کنید، یک دایره در نظر گرفتیم، دو تا نقطه رو باید در نظر بگیریم، مثلا یکیش اینجا، یکی دیگرش هم مثل میگم اینجا. خب دو تا نقطه حالا و معادله یک قطران. خب بچه این اگه حالا ما قطر دایره در نظر بگیریم،
معادله یک قطرش هم به من داده x منهای y مساوی 2. خب بچه این x منهای y مساوی 2 رو مدل خوشگلش کنیم، اینو بیاریم اینور، اینو بیاریم اینور، میتونیم بنویسیم y مساوی است با x منهای 2. خب بچه ما وقتی صحبت قطر میکنیم مرکز دایره ما روی این قطر است دیگه. اگه این مرکز دایره من باشه یا اوی من باشه، این مختصات این اوی من. خب اگه من اینو بذارم ایکسشو آلفا، ایگرگش در میاد آلفای منهای 2. دو تا نقطه هم دارم، اسم این نقطه رو بذارم آ به مختصات، اسم اینو یکی بذارم بی به مختصات. 0 و 1 و بعدی 3 و 0. خب بچه نگاه کنید، فاصله این نقطه تا اینجا و فاصله این نقطه تا اینجا، هر نقطه روی دایره تا مرکز دایره میشه شعاع دایره. پس من میتونم بگم آقا او آ مساوی است با او بی. او آ فاصله دو تا نقطه است، یه رادیکال میخواد، اینجا هم یه رادیکال میخواد و قضیه تمام. خب بچه نگاه کنیم، اینجا میشه صفر منهای آلفا. حالا اگر از این ور نگاه کنیم، آلفای منهای صفر بتواند به علاوه آلفای منهای 2 منهای 1 میشه منهای 3 به توان 2. اگه از این ور نگاه کنیم آلفای منهای 3 به توان 2 به علاوه آلفای منهای 2 به توان 2. خب بچه اینو حلش میکنیم، آلفا رو در میاریم و در نهایت شعار هم به دست آوردیم. خب اینم شعار ما. خب بریم ببینیم چه خبره این تو. اینجا میشه آلفا 2، اینجا هم میشه آلفا 2 به علاوه منهای 6 آلفا به علاوه 9 و اینجا هم اینجا میشه آلفا 2 منهای 6 آلفا به علاوه 9 به علاوه آلفا 2 منهای 4 آلفا به علاوه 4. خب بچه اگه ساده سازی ها رو انجام بدیم، اینا رو به توان 2 برسونیم، اینا میپرن رادیکال ها دیگه، رادیکال نخواهیم داشت. دو تا آلفا دو با دو تا آلفا دو میره، یه دونه منهای 6 آلفا با یه دونه منهای 6 آلفا میره، یه دونه 9 هم با یه دونه 9 میره. اینور که همه چیش رفت. خب پس هیچی اینجا واسه من چی میمونه بچه‌ها؟ منهای 4 آلفای به علاوه 4 مساوی 0. 4 آلفای من میشه 4. پس بچه آلفای من در میاد 1. حالا که آلفای من در اومد 1، بنداز تو یکی از اینها و شعاعتو به دست بیار. آلفا تو در آوردی 1، بنداز این تو، میشه 1 به توان 2 1 به علاوه 1 منهای 3 میشه منهای 1 منهای 3 میشه منهای 2 به توان 2 هم میشه 4، 4 و 1 هم میشه 5، پس میشه رادیکال 5. یعنی کدام گزینه؟ گزینه شماره 3. خب چیز سختی هم نبود، دو تا نقطه رو داده بود و همچنین معادله قطر و سلام نامه تمام. این سوال بعد، سوال شماره 239 میگه دو دایره به این معادلات نسبت به هم کدام وزن رو دارن؟ مماس خارج، مماس داخل، متقاطع و متخارج. یکی از تیپ تست های خیلی آشنا در دایره این تیپ سواله، حواستون بهش باشه. مثال های مختلفی رو حل میکنه. معادله رو ممکنه به صورت گسترده بدم، ممکنه به صورت استاندارد بدم، فرق نداره. شما باید دو تا دایره رو در نظر بگیرید، مرکزش رو دست بیارید، شعاعش رو دست بیارید و خط المرکزین، خطی که دو تا مرکز رو به هم وصل میکنن رو حساب کنید. با توجه به خط المرکزین و با توجه به شعاها میتونید گزینه مورد نظر رو انتخاب کنید. حالا نگاه کنید. خب بچه نگاه کنید، x2 به علاوه y2 منهای 2x به علاوه 6y، این هم برده بیاریم بر منهای 8 مساوی 0. این دایره شماره 1، دایره یکی ما هست. اینم دایره شماره چند بچه ها؟ دایره شماره دوی ما. خیلی هم قشنگ شد دایرهش. خب اینم چی هستش؟ x2 به علاوه y2 به علاوه 8x منهای 4y به علاوه 12 مساوی 0. خب حواسمون جمع باشه بچه ها، A و B و C رو به دست بیاریم، بعد تو فرمول بندازیم و تمام. این آی من هست، این بی من هست و این هم سی من هست. اینجا این آی من هست، این بی من هست، این هم سی من هست. خب بچه ها اول کاری که میکنیم مرکز دایره، منهای آ دوم، منهای بی دوم، یا مشتق بگی هر کدوم راحت تری. منهای آ دوم میشه منهای منهای میشه مثبت دو دوم میشه یک،
منهای بی دوم میشه منهای 6 به روی 2 میشه منهای 3. اینجا چی؟ او 1، اینجا هم او 2. خب آقا منهای آ دوم میشه منهای 8 دوم میشه منهای 4، منهای بی دوم میشه مثبت 4 دوم و 2. خب بچه حالا بیم سراغ چی؟ شعاش. شعاش شماره 1 میشه 1 دوم رادیکال آ دوی به علاوه بی دوی منهای 4 سی آر 1. خب بچه آر 1 این میشه 1 دوم رادیکال آ به توان 2 میشه 4 به علاوه 36 منهای 4 تا منهای 8 تا. خب آقا اینجا میشه 40 تا مثبت 4 8 هم 32 تا میشه 72 تا. خب بچه 72 رو من میتونم بنویسم 36 ضرب در 2 که میاد بیرون میشه 6، با این ساده میشه 6 دوم میشه 3 رادیکال 2. اینو داشته باش. بریم بعدی. بچه آر 2 من مساوی است با 1 دوم، یه مقداری حوصله میخواد، همین، نکته خاصی هم نداره و بلد بودن روابط تموم شد را پیکارش. خب بچه آب توان 2 میشه 64، بی به توان 2 میشه مثبت 16 منهای 4 تا مثبت 12 تا. خب آقا اینم میشه چی؟ منهای 48 تا و عرضم به حضورت که اینم 80 تا اینم 48 تا، دو تا بشیدیم 50 تا میشه 32 تا. 32 هم یعنی 16 یه ضرب در 2 که بیاد بیرون میشه 4، 4 دوم هم میشه 2 رادیکال 2. خب آقا من همه چی رو دارم دیگه، دایره اول اوکی شد، دایره دوم اوکی شد، لطفا کل تصویر رو نشون بدی. خب حالا ما باید کاری که بکنیم خط المرکزه، اینو خط المرکزه، این خطی که دو تا مرکز رو به هم وصل میکنه، اسمش رو بزنیم او 1 او 2 میشه رادیکال. بچه اینو در نظر بگیرید و این آقا میشه 1 منهای منهای 4 میشه به علاوه 4 به توان 2 و منهای 3 منهای 2 به توان 2. آقا اینجا میشه 5 تا، 5 به توان 2 میشه 25 تا، اینجا هم میشه 5 تا به توان 2 میشه 25 تا، میشه 50 تا، 50 هم یعنی 25 ضرب در 2 پس میشه 5 رادیکال 2. آقای امینی خط المرکزین شما، خط المرکزین یعنی خطی که این از اینجا تا اینجا رو به هم وصل میکنه، یعنی او 1 او 2 شما شده 5 رادیکال 2. این شعاع حالا مثلا شعاع دایره شماره 1 شده 3 رادیکال 2، این شعاع هم شده چی بچه‌ها؟ 2 رادیکال 2. خب آقا این دو تا شعاع رو بچسبونیم به هم دیگه، حالا از اینجا تا اینجا و بالا نشون دادم، اینجا هم تا اینجا، خب دقیقاً اینا با هم چی شدن؟ شدن 5 رادیکال 2، با هم برابر شدن. پس این دو تا دایره مماس خارج خواهند بود. توی جزوه هم در مورد مماس خارج، مماس داخل، متقاطع و متخارج صحبت شده. روش حل کردنش همین صورت هست، یک کوچولو محاسبات داره، فقط باید حواستون رو جمع کنید. شعاع رو به دست بیارید، مرکز رو به دست بیارید، شعاع رو به دست بیارید، مرکز و خط المرکزه. بریم سوال بعد. سوال شماره 240 میگه هر خط قائم بر یک دایره از نقطه منهای 2 و 1 میگذرد. این دایره بر خط به معادله y مساوی x منهای 1 مماس است. شعاع دایره. بچه این سوال یه نکته داره. میگه هر خط قائم بر دایره، هر خط قائم بر دایره از مرکز دایره میگذره و این دایره برای این خط مماس است. خب شکلش رو میکشیم، تمام. نگاه کنید. بچه‌ها یه دایره من کشیدم که برای خط y مساوی x منهای 1 چی شده؟ مماس شده. گفته از یک نقطه‌ای به مختصات، اینجا اگه شما مرکز دایره در نظر بگیرید، به مختصات منهای 2 و 1. خب اینم این نقطه. بچه‌ها این فاصله، یعنی این فاصله این خط تا این نقطه اینجا میشه همون شعاع ما دیگه. خب دوست عزیز من، فاصله نقطه تا خط یه رابطه داشت دیگه. چه رابطه‌ای؟ رادیکال آ دو بی دو. اینجا هم خب آقا این آ دو بی دو چیه؟ دانش آموز میگه آقا این معادله خط دیگه، آ ایکس به علاوه بی ایگرگ به علاوه سی مساوی صفر. اینجا میشه آ ایکس صفر، یا حالا آلفا اسم اینو بذاریم بتا، فرقی نداره، آ آلفا به علاوه بی بتا به علاوه سی.
خب بچه خوب دقت کنید، الان اگه من اینو بخوام شبیه این کنم، x که سر جاش y میاد این برم میشه من های y من های 1 مساوی 0، یعنی اینجا های من هست 1، بی من هست من های 1 و سی هست من های 1. خب a دو b دو میشه اینجا رادیکال دو، a آلفا یعنی 1 در این میشه من های 2، من های 1 در 1 هم من های 1 و سی سی هم هست بچه ها من های 1. خب آقا اینجا شد رادیکال 2، اینجا هم میشه من های 4 که بیاد بیرون میشه 4، باید گویاش کنم ضرب در رادیکال 2 رادیکال 2. خب بچه اینجا میشه 2، اینم با این ساده بشه بشه 2، پس میشه 2 رادیکال 2. هر سوال یک نکته، شما تو هر سوال دارید یک نکته رو یاد میگیرید، اونم نکات به درد بخور و اساسی که انشاءالله شبیهش تو کنکور حالا یا به صورت سوال مجزا یا ترکیبی مطرح میشه. بریم سوال بعد. سوال شماره 241 میگه دایره از نقطه منهای 1 و 2 گذشته و بر هر دو محور مختصات مماس است، قطر دایره بزرگتر. بچه ها مماس بودن روی محورهای مختصات یه نکته داره، نکتهش نگاه کنید. ما اینجا 4 تا دایره کشیدیم که روی محورهای مختصات مماس است، بسته به اینکه کدوم نهایی است، نهایی اول، دوم، سوم و چهارم. تو نهایی اول هر دو، یعنی این مرکز آلفا و بتا، هر دو مثبت، تو نهایی سوم هر دو منفی، تو نهایی دوم و چهارم یکی مثبت یکی منفی. خب بچه این تو اینجا ایکس ها منفی، تو اینجا ایگرگ ها منفی. اوکی، خب این نکته رو باید بلد باشید، مماس بودن روی محورهای مختصات. حالا میگه دایره از نقطه منهای 1 و 2 گذشته. آقا این نقطه رو اسمشو بذار آ، ایکسش منهای 1، ایگرگش 2. از منهای 1 و 2 بگذره میفته تو نهایه چندم؟ بچا تو نهایه دوم میفته. خب بچا من معادله استاندارد دایره رو مینویسم، ایکس منهای آلفا به توان 2 به علاوه ایگرگ منهای بتا به توان 2 مساوی آر 2. خب بچا طبق نکته که الان به شما گفتم توی ناحیه دوم باشیم، یعنی توی این قسمت باشیم، خب من به جای مرکز میتونم منهای آر و آر بذارم، پس میشه x منهای منهای r میشه به علاوه r به توان 2 به علاوه y منهای r به توان 2 مساوی r به توان 2. خب چون دایره از این نقطه میگذره، پس این نقطه توی دایره صدق میکنه، یعنی شما میتونی به جای xش بذاری منفی 1 و به جای yش بذاری 2. بچه حلش میکنیم دیگه، اولی به توان 2 1 به علاوه دومی به توان 2 آر 2 منهای 2 برابر اولی در دومی 2 آر به علاوه 4 به علاوه آر 2 منهای 4 آر مساوی آر 2. خب بچه این آر 2 رو با یکی از این آر 2 ها بزن، چی واسه میمونه؟ یه دونه آر 2 اینجا میمونه، یه دونه منهای 6 آر اینجا میمونه و یه دونه مثبت 5 مساوی 0. سریع یه جمله این ور ضربش بشه، 5 1 5 تا 5 تا این منفی مساوی 0. پس آر من یک بار در میاد 1، آر من یک بار در میاد 5. بچه دقت کنید، اولا که گفته قطر رو به دست بیارید، دوم گفته قطر بزرگتر. خب بیام اینجا دیگه بچه اینو دو برابرش کنم، این هم میشه ضرب در 2 و عدد 10 رو خواهیم داشت. این نکته رو حواستون باشه، هر سوال یک نکته در مقاطع مخروطی. سوال شماره 242 میگه مجموع فواصل نقطه P روی بیزی از دو نقطه ثابت به نام های M و N به طول های منهای 3 و 4 روی محور X ها برابر 9 است. خب اندازه قطر کوچک این بیزی کدام است؟ بچه ها بریم کل بیزی رو با یه شکل یادآوری کنیم. نگاه کنیم بچه ها، این یه بیزی، خب بیزی قطر بزرگ داره، قطر کوچیک داره، کانون داره، مرکز داره و یه رابطه همیشه تو بیزی هست. چه رابطه ای؟ MF. حالا اسم اینو بذاریم M. MF به علاوه MF پریم همیشه 2. این یادتون نره. یعنی این به علاوه این همیشه میشه چقدر بچه‌ها؟ 2. این اولی نکته. نکته دوم، این F و F پریم کانون‌های بیزی اسمشون هست. B و B پریم قطر کوچک بیزی هست. و آ پریم قطر چی بچه ها؟ بزرگ بیزی هست. روابط مساوی 2 سی، مساوی 2 آ و مساوی 2 بی. مرکز دایره بین این قطر هستش، یعنی میشه آی به علاوه آ پریم دوم، بی به علاوه بی پریم دوم و بین کانون ها اف به علاوه اف پریم دوم که این مرکز هم مختصاتی داره به نام آلفا و بتا.
رابطه بعدی رابطه فیثاغورس که تو بیزی خیلی خیلی کاربرد داره آدو مساوی است با بی دو به علاوه سی دو. بچه حواستون باشه این آیه بزرگتره پس اینجا این باید بزرگتر باشه. و یه دونه نکته داریم به نام خروج از مرکز بیزی ای مساوی سی آم یا معروف به ایسا ایسا که میدونیم بچه خروج از مرکز یه عددی بین 0 و 1. اگر 0 باشه یه دایره است، اگر 1 باشه یه دونه خط بین 0 و 1. حواستون باشه. و ما معمولا هم این عدد 0 و 1 نیست، یه عددی بین 0 و 1 هستش. خب این کل داستان بنزی، هر سوالی بدن اینجا هستش. با این توجه به این نکات باید حل بشه. الان این سوال چی گفته؟ گفته مجموع فواصل نقطه پی. حالا اسم اینو گذاشته نقطه پی. مشکل نداره. روی بنزی، روی بنزی. از دو نقطه ثابت M و N. حالا اسم اینو گذاشته M و N. بازم مشکلی نداره. خب به طول‌های 4 و منهای 3. مثلا بچه ها F پریمو به من داده منهای 3 و 0. و F رو به من داده بچه چقدر؟ 4 و 0. وقتی میگه روی محور X ها یعنی Y ندارن دیگه. اندازه قطر کوچیک. اولین چیزی که من تو ذهنم میرسه میگم آقا F به علاوه F پریمو به من داده چقدر؟ 9. پس آقای امینی دعای شما میشه 9. نتیجه گیری؟ دعای شما میشه 9. پس آی شما میشه 9 دوم. اینو داشته باش. نکته بعدی اف اف پریم فاصله شون مچه ها میشه چقدر؟ 2 سی. نتیجه گیری اف اف پریم مساوی 2 سی. آقا نگاه کنید بچه ها، 4 واحد اینجا، 3 واحد اینجا، 7 واحد اختلاف دارن. پس سی شما میشه 7 دوم. اینم داشته باشید. خب گیر چی هستید؟ آ رو داری، سی رو هم داری، میای سراغ این فرموله، این فرموله که به درد میخورد. پس بچه ها بی به توان دوی شما میشه چی؟ میشه آ دوی منهای سی دو. آ دوی منهای سی دو. آ به توان دو میشه 81/4. سی به توان دو میشه 49/4. خب بچه ها کم کنم 1 50 میشه 32 چندم 4. بی به توان 2 میشه 32/4. پس خود بی میشه جذرش، جذر 4 که میشه 2. اینم که جذر بگیرم میشه 16 ضرب در 2، 16ش میاد بیرون میشه 4 رادیکال 2 که اینم با این ساده کنم میشه 2 رادیکال 2. این بی من میشه. حالا چه خاصه؟ اندازه قطر کوچک بیزی. آقا قطر کوچک 2 بیه. پس قطر کوچک میشه 2 بی، یعنی 2 تا 2 رادیکال 2 در واقع میشه همون 4 رادیکال 2 که داشتیم. خب اندازه قطر کوچکی بیزی 4 رادیکال 2. خب بچه ها این 4 رو بخواد بره داخل همون 32 خودمون میشه دیگه، میشه 16. 16 ضرب در 2 میشه 32. یعنی کدام گزینه؟ گزینه شماره 1 به صورت حالا رادیکالی بیان کرد. اما لطفا کل تخته رو بگیرید. اما داستان چی بود؟ داستان این بود که شما باید تمامی نکات بیزی رو تو یه فرمول، تو یه مثال همه یاد میگرفتید که یاد گرفتید. پس انشاءالله تو تستای بیزی دوچار مشکل نمیشه. بریم سوال بعد. سوال 243 از مبحث برش. میگه صفحه ای، چون کلمه شامل رو بخیال شد، دو قطر قاعده مکعب را قطع میکند. مقطع حاصل کدام است؟ پس یه صفحه قرار قطر قاعده مکعب ما رو چکار کنه بچه ها؟ قطع کنه. ببینیم پاسخشو. خب بچه ها نگاه کنیم، ما شکل رو برای شما ترسیم کردیم. این دوتا قطر قاعده ما یه صفحه یه دونه قطع میکنه. بچه ها شکلی که داره برای ما ایجاد میشه یه دونه چی هستش؟ یه دونه مستطیل هستش. این سوال هم از مبحث برش. بریم قسمت بعدی. سوال شماره 244. خب سوالی که بچه ها نمونه شو براتون هر چند دو دایره به معادلات زیر کدام وضعیت رو نسبت به هم داره؟ خب دایره اول O1 شاید به دست بیاریم و R1، دایره دوم O2 و R2 و خط المرکز اینش به دست بیاریم و با توجه به خط المرکز این و R1 و R2 بگیم کدومی که این گزینه ها ایجاد میشه. نگاه کنیم. خب ما سری دو تا دایره می نویسیم، دایره شماره 1، دایره 1 و دایره 2. بچه دایره 1 ما هست X2 به علاوه Y2 منهای 2X به علاوه 4Y 13 رو میارم اون و منفی 13 مساوی 0. دایره شماره 2 x2 به علاوه y2 به علاوه 2x منهای 1 مساوی 0. خیلی خوب.
عرضم به حضورتون که خب بچه اینجا آی ما هست منفی 2، بی ما هست مثبت 4 و سی ما هست منفی 13. توی یکی هم آی ما هست مثبت 2، بی ما هست 0 و سی ما هست منفی. خب بچه او یک من میشه منهای آ دوم منهای بی دوم، با هم دیگه کار کردیم. منهای آ دوم میشه مثبت 2 دوم میشه مثبت 1 و منهای بی دوم میشه منهای 4 دوم و منهای 2. خب از این بچه آر یک هم میتونیم به دست بیاریم، 1 دوم رادیکال آ دو بی دو منهای 4 سی. آ دو میشه مثبت 4، بی دو میشه مثبت 16، منهای 4 ضرب در منهای 13. خب اینجا میشه چی بچه ها؟ مثبت اینجا هم 20 تا، اینم 3 4 12 و 1 52 تا میشه 72. بچه 72 هم یعنی 36 ضرب در 2 میشه 6 رادیکال 2، توی یه دونه 1 دوم ضرب میشه میشه 3 رادیکال 2. این داشته باشی. بیام سراغ این یک. از وقتی بیام سراغ این یکی آدوش رو بخوایم به دست بیاریم، منهای آ دوم میشه منهای 2 دوم میشه منهای 1، منهای بی دوم منهای بی دوم هم صفره، آر دوی ما میشه 1 دوم رادیکال آ دو بی دو میشه 4 به علاوه 0، منهای 4 در منهای 1 میشه مثبت میشه 8، 8 هم بچه یعنی 4 ضرب در 2. خب 4 که جذرش بیاد بیرون میشه 2، 2 و 2 ساده میشه و به رادیکال 2 میرسیم. خب پس اینو داشته باشیم. این بچه 4 میشه 2 رادیکال 2 که 2 با این میره، اینجا میشه 6 رادیکال 2 که با این ساده شد، شد 3 رادیکال. خب فقط مونده او 1 او 2 دیگه. او 1 او 2 هم که خط المرکزین ما، خط المرکزین. خب اینو در نظر بگیرید بچه ها، میشه منهای 1 منهای 1 میشه منهای 2 به توان 2 به علاوه 0، منهای منهای 2 میشه مثبت 2 به توان 2. اینجا میشه 4، اینم میشه 4 میشه 8، 8 هم یعنی 4 ضرب در 2 میشه 2 رادیکال 2. خب بچه نگاه کنی، الان او 1 او 2 شما شد قدر مطلق آر 1 منهای آر 2. یعنی چه اتفاقی داره میفته؟ یعنی این دایره های ما دارن به هم مماس میشن از داخل. حالا اگه این یکی رو بگیریم او یک، اینو بگیریم او دو، این خط المرکزین، این میشه شعای اولی، این هم میشه شعای دومی. حالا آر یک، حالا آر دو، آر یک. پس قدر مطلق آر یک منهای آر دو مساوی چی شد بچه ها؟ او یک او دو شد، یعنی مماس از داخل. برای به دست آوردن وضعیت دو دایره نسبت به هم مثل مثال هایی که براتون انجام دادیم، فرمولو می نویسیم، ساده سازی می کنیم و به جواب می رسیم. بریم مثال بعد.